شبی که تخت خواب افتاد. از کتاب زندگانی من و روزگار سخت، نوشته جیمز تربه، ترجمه حسن هاشمی مینابان، از فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسین، تهران 1398. به گمانم نقطه اوج زندگی تازه جوانیم در کلمبوس اوهایو شبی بود که تخت خواب روی پدرم افتاد. این ماجرا رو بهتر است شفاهن تعریف کرد تا به قلم آورد، مگر اینکه به قول بعضی از رفقا آن را 5-6 بار بشنوید، چون خیلی جاها لازم است میز و صندلی و مبل‌ها را پرت کنیم یا به هم بزنیم، درها را بکوبیم و مثل سگ واق واق کنیم تا حال و هوا و حقیقت مانندی لازم برای آن چیزی به دست آید که باید اذعان کرد. قصه ایست باور نکردنی، اما یک چنین ماجرایی واقعا اتفاق افتاده است. دست بر قضا یک شب پدرم به سرش زد که در اتاق زیر شیروانی بخوابد تا دور از بقیه بتواند با خیال راحت فکر کند. مادرم با این فکر شدیداً مخالف بود و میگفت اطمینانی نیست به تخت خواب چوبی کهنه‌ای که آن بالا هست، بند و بست درست و حسابی ندارد و اگر یک وقت تخت خواب بیفتد امکان دارد کلگی سنگین آن سر پدر را خورد و خمیر کند و او را بکشد. اما هیچ چیزی جلودار پدر نبود. در ساعت 10:15 در راه پله زیر شیروانی را پشت سرش بست و از پله های مارپیچ باریک آن بالا رفت. کمی بعد روی تختش که خزید صدای شوم ترق و تروق تخت را شنیدی. چند روز قبل پدر بزرگ که معمولاً روی تخت اتاق زیر شیروانی می‌خوابید ناپدید شده بود. پدر بزرگ در این مواقع معمولاً 6-7 روز غیبش می‌زد و بعد سر و کلش پیدا می‌شد با خلق تنگ و با قرولند و خبر می‌آورد که ارتش فدرال اتحادیه را یک مشت خنگ و کودن می‌چرخانند و اینکه ارتش پوتامک 100 سال سیاه هم شانس پیروزی ندارد. در جنگ داخلی آمریکا سال 1861 تا 1865 شمال و جنوب این کشور با هم وارد جنگ شدند. پاره شمال نام اتحادیه گرفت و پاره جنوب نام ائتلافیه. پدر بزرگ تربر در ارتش اتحادیه خدمت می‌کرده و ارتش پوتامک هم اصلی ترین جناح اتحادیه در صحنه شرقی جنگ داخلی آمریکا در کنار رودی به همین نام بوده است. در این حیث و بیس پسر عمه عصبیم به اسم بریکس بیل آمده بود دیدن ما. به خیالش ممکن بود موقع خواب نفسش بند بیاید و دیگر بالا نیاید. گمان میکرد اگر در طول شب هر یک ساعت به یک ساعت بیدارش نکنند ممکن است در خواب خفه بشود. عادتش این بود که ساعت شماته داری را کوک کند تا در این فواصل تا
تا صبح زنگ بزند. اما قانعش کردم که این کار را بگذارد کنار. در اتاق من میخوابید و من بهش گفتم که خوابم آنقدر سبک است که اگر در همان اتاقی که من خوابیدم کسی نفسش بند بیاید فلفور از خواب میپرم. شب اول اینجوری امتحانم کرد که بعد از اینکه نفسهای عادیم را شنید و قانع شد که خواب خوابم، نفس را در سینه حبس کرد، که شک دارم چون این کاری کرده باشد. اما من خودم را به خواب زده بودم و خبردارش کردم، مثل اینکه این کار مختصری از ترسش را تخفیف داد. اما برای احتیاط یک شیشه الکل کامفر یا همان کافور را روی میز کوچکی بالای سرش گذاشت و گفت در صورتی که او را تا دم خفگی مطلق بیدارش نکردم به تواندان را بو کند که این الکل کافور خاصیت دارد و معجزه می کند. بریکس تنها عضو خانواده نبود که از این مسخره بازی ها داشت. عمه ملیسا بیل پیر که مثل مردها با دو انگشت توی دهان می توانست سوت بزند هم بود که به دلش برات شده بود که تقدیرش این است که در خیابان ساوت های بمیرد، چون در خیابان ساوت های به دنیا آمده بود و در خیابان ساوت های عروسی کرده. بعدش عمه سارا شوف بود که شبها به بستر نمی رفت بدون ترس از اینکه دوست ها سر وقتش می آیند و کلروفرم را با لوله از زیر در اتاقش تو می دهند. برای دفع شر، چون از بیهوشی بیشتر هراس داشت تا از دزدیده شدن اسباب و اساسیش، همیشه خدا پول و نقرجات و چیزهای با ارزش دیگرش را درست بیرون در اتاق خوابش قشنگ کپه می کرد و یا داشتی هم رویش می گذاشت با این مضمون که این تمام دار و ندار من است، لطفاً آن را بردارید و از کلروفرم استفاده نکنید، چون هر چه دارم همین است. عمه گریسی شوف هم دوچار دوست هراسی بود، اما این یکی شهامت بیشتری به خرج می داد. حتم داشت که هر شب و هر شب در این 40 سال آزگار دوست ها وارد خانه اش شدند. این که هیچ وقت هیچ چیزی از اسباب و اساسی و اموالش کم نشده بود، شاهدی بر رد مدعایش نبود. همیشه ادعا می کرد که دوست ها را ترسانده و فراریشان داده قبل از این که فرصت کنند چیزی بدوستند، آن هم با پرت کردن لنگ کفش از بالا به راه رو. وقتی می رفت بخوابد، هرچه کفش در خانه بود دم دستش کپه می کرد. 5 دقیقه بعد از این که چراغ‌ها را خاموش می کرد، بلند می شد و صاف روی تخت خواب می نشست و می گفت گوش کن. شوهرش که از همان 1903 یاد گرفته بود این جریانات را ندیده و نشنیده بگیرد، یا به خواب عمیقی فرو رفته بود یا خودش را به خواب عمیقی می زد. در هر دو حالت واکنشی در برابر این رفت و آمدها و کش و قوسها نشان نمی داد. عمه که این طور می دید خودش پا می شد و پاورچین پاورچین به طرف در می رفت. آن را یواشکی باز می کرد و یک لنگ کفش را به یک گوشه راه رو و لنگ کفش دیگر را به گوشه دیگر راه رو پرت میکرد. بعضی شبها هرچه کفش بود پرت میکرد پایین و بعضی شبها تنها چند جفت را. اما دارم از حوادث شگفت‌انگیز شبی که تخت خواب روی پدرم افتاد دور میشم. نیمه شب نشده همه توی بسترهای من بودیم. تجسم موقعیت اتاقها و ترتیب قرار گرفتن ساکنان هر اتاق برای درک آنچه بعداً اتفاق افتاد مهم است.
در اتاق جلویی طبقه بالا، درست زیر اتاق زیر شیروانی که حالا اتاق خواب پدر شده بود، مادرم خوابیده بود با برادرم هرمان که هر از گاه در خواب آواز می‌خواند. معمولاً سرود نظامی به پیش در اعماق جورجیا یا سربازان مسیح به پیش را. بریگزبیل و خود من در اتاق بودیم که به همین اتاق وصل می شد. برادرم روی در اتاقی آن طرف راه رو روبروی اتاق ما بود. سگ بولتریه ما رکس در راه رو خوابیده بود. تخت خوابم از نوع تخت تاشوی ارتشی بود، از آن تخت‌هایی که طوری ساخته شدند که وقتی برپایشان می‌کنید عرضشان آنقدر است که فقط بتوانی تویشان دراز به دراز بخوابی. قسمت وسطش صاف است و دو طرفش مثل دو بال میزهای تاشو در حالت عادی آویزان است. وقتی این دو طرف بالا هستند کار خطرناکی است که غلط بخوری و زیادی به یک طرفش بروی، چون آن وقت احتمالش هست که تخت چپه بشود و هر چه روی تخت هست با درنگ درنگ و ترق تروق گوش خراشی روی آدم هوار شود. و در واقع این دقیقا همون چیزی بود که در حدود ساعت 2:30 اتفاق افتاد. مادرم بود که وقتی بعدها آن صحنه را به یاد آورد، اولین بار از این ماجرا به عنوان شبی که تخت خواب روی پدرتان افتاد یاد کرد. من که همیشه خوابم سنگین بود و دیر بیدار می شدم، به بریگز دروغ گفته بودم. وقتی تخت خواب سفری فلزی من را کف اتاق انداخت و خودش هم رویم هوار شد، اولش نفهمیدم چه شده. تخت من را همان جور که رخت خوابم را گرم و نرم دور خودم پیچیده بودم صحیح و سالم روی زمین رها کرد، چون مثل سایبان بالای سرم افتاده بود. این بود که بیدار نشدم. فقط تا آستانه هوشیاری پیش رفتم و دوباره برگشتم. اما این سر و صداها آنن مادرم را در اتاق بغلی بیدار کرد که بی معطلی به این نتیجه رسید که بلایی که از آن می ترسید سرش آمده. تخت خواب چوبی بزرگ طبقه بالا افتاده روی پدر. این بود که جیغ کشید: برسید به داد پدر بیچارتون. جیغ و داد مادر، نه صدای افتادن تخت فلزی من بود که هرمان را در همان اتاق مادر بیدار کرد. هرمان گمان کرد که مادر بدون هیچ دلیل مشخصی دچار حمله عصبی شده و داد زد: مامان طوری نیست، تو چیزی نشده، و خواست او را آرام کند. شاید مدت 10 ثانیه این سر آن جیغ می کشید و آن سر این داد می کشید که برسید به داد پدر بیچارتان و تو چیزید نشده. این داد و فریادها بریگز را از خواب پراند. حالا دیگر بفهمی نفهمی شستم خبردار شد که چه خبر است، اما هنوز هم متوجه نشده بودم که تخت روی من است، نه من روی تخت. بریگز که در حول و ولای فریادهای ترس و وحشت از خواب پریده بود خیلی زود به این نتیجه رسید که دارد خفه می شود و ما همه داریم تقلا می کنیم که او را به حال بیاوریم. ناله بلندی سر داد و تندی دستش را دراز کرد تا شیشه ی الکل کافور را از بالای تختش بردارد. به جای اینکه آن را بو بکشد همه اش را ریخت روی خودش. بوی کافور همه جای اتاق را گرفت. بریگز مثل کسی که غرق شود به حالت خفگی افتاد و حق و فق و خق و خقش در آمد و بعد افتاد به سرفه.
چون تا حدودی توانسته بود زیر باران برق‌آسای بوی تند و زننده الکل کافور نفسش را بند بیاورد. از تخت خواب پرید پایین و کورمال کورمال رفت به طرف پنجره باز، اما به پنجره‌ای رسید که بسته بود. با مشت کوبید به شیشه و حالا من می توانستم صدای خورد شدن و تریک تریک و جرینگ جرینگ ریختن شیشه را به دالان تنگ پایین بشنوم. در این حین که خواستم بلند شوم، حس غریبی به من دست داد. تخت خواب روی من است. من هم که گیج خواب بودم، حالا خیال کردم همه این داد و هوارها تلاش دیوانه‌واری است برای خلاص کردن من از این موقعیت خطرناکی که مثل و مانندش دیده نشده. نعره کشیدم: من رو از اینجا در بیارید، من رو بیرون بکشید. خیال می‌کردم کابوس دیدم و در یک معدن زنده به گور شدم. بریکس در بوی الکل کافور خودش دست و پا می‌زد و نفس نفس می‌زد و به خق خق افتاده بود. حالا مادرم که هنوز جیغ و داد می‌کشید و به دنبالش هرمان که هنوز داد و فریاد می‌کرد، می‌خواستند در اتاق زیر شیروانی را باز کنند تا بروند بالا و نعش پدرم را از زیر آوار بیرون بکشند. اما در چفت شده بود و به هیچ راهی تسلیم نمی‌شد. ضربه های دیوانه‌وار مادر بر در افاقه ای نمی کرد و فقط سر و صدای سردرگمی همگانی را بیشتر و بیشتر می کرد. برادرم روی و سگ هم حالا بیدار شده بودند و یکی داد می کشید که چه شده و دیگری واق واق می کرد. پدر که از سر و صدا از همه دورتر بود و خوابش از همه سنگین تر، حالا دیگر از صدای کوبیدن به در اتاق زیر شیروانی بیدار شده بود و به این نتیجه رسیده بود که خانه آتش گرفته. با صدای خواب‌آلودی نالید که دارم میام. چون چند دقیقه طول میکشید تا هوشیاری کاملش را به دست بیاورد. مادرم که هنوز خیال میکرد پدر زیر تخت گیر کرده، ناله دارم میایم او را ندای تسلیم و رضای کسی دانست که آماده دیدار با خالق می شود. این بود که داد کشید: دارد می میرد. بریکس برای اینکه مادرم را آرام کند نعره کشید: من حالم خوب است. بریکس هنوز خیال می کرد مادرم از اینکه او تا دم مرگ رفته نگران است. بالاخره کلید برق اتاق خودم را پیدا کردم. در را باز کردم و با بریکس رفتم پیش بقیه دم در اتاق زیر شیروانی. سگ که هیچ وقت دل خوشی از بریکس نداشت، با این خیال که بریکس مقصر این بلبشوست، افتاد به جان او. روی مجبور شد سگ را از او دور کند و بغلش بگیرد. می توانستیم بشنویم که پدر دارد از تخت اتاق زیر شیروانی پایین می آید. روی در اتاق زیر شیروانی را با تنه محکمی باز کرد و پدر عصبانی و خوابالود اما صحیح و سالم از پله ها آمد پایین. مادرم تا پدر را دید افتاد به گریه کردن و رکس افتاد به زوزه کشیدن. پدر پرسید: محض خاطر خدا به من بگید اینجا چه خبر است؟ تکه های حقیقت بالاخره مثل قطعات یک پازل بزرگ کنار هم چیده شد و ماجرا معلوم شد. اتفاق بد دیگری نیفتاد غیر از این که پدرم از بس که با بیقراری با پای برهنه این برانور دویده بود سرما خورد. مادرم که همیشه به قضایا از جنبه مثبت نگاه می کرد گفت: خوب شد که پدر بزرگتان اینجا نبود.
با اجرای شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.